آراد برندین، راهی به سوی ثروت. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. یه تصویری گذاشتم با احترام به همه دوستانی که مشورت میدن. ببخش دوستان ناراحت نشن. آخه این نکته خیلی واضح داره، این عکس در عین سادگیش. ما وقتی که یک سری پیشنهاداتی بهمون داده میشه، یا یعنی اینکه وقتی که یک سری تصمیمات میخواییم بگیریم، حالا بگیم به خاطر ترس یا به خاطر عدم اطمینان، خودمون نیازمند این میبینیم که تأیید دیگران هم داشته باشیم. به خصوص اگر اون دیگران دوست صمیمیمون باشن، اعضای خانوادهمون باشن، کسی باشه که به واسطه اون روابطی که باهاش داشتیم اعتماد بهش داریم، از اونا مثلا تاییدش رو بگیریم، مطرح کنیم نظر اونا هم مثلا جویاشیم، بیشتر برای اون عدم اطمینان مثلا اونا هم یه تاییدی بدن، بقول من ما با خیال راحت تر این تصمیمون رو عملیاتی کنیم. خب نکتهش اینجاست که وقتی من یه تصمیمی رو گرفتم، کسی که میخوام برم راجبش، خواهم برای تاییدی هم بگیرم برای تصمیمم و شروع کنم انشاءالله، کسی رو که برای مشورت راجع به اون تصمیم انتخاب میکنم باید کسی باشه که به قول معروف تو اندازه اون تصمیم باشه، نه صرفا چون دوستم داره یا دوستش دارم یا چون بهش اعتماد دارم یا اینکه چون باشه نسبتی دارم حتما پس میتونه اون همفکری و مشورتش به من کمک کن. اینو چون ما زیاد تجربه کردیم یا خودتون هم شاید تجربه کرده باشید، میرین یک صحبتی رو میکنین، یک تصمیم خیلی خوبی رو گرفتین، اما آدم مقابلتون با احترام مناسب این هم فکری و مشورت نیست. آقا منی که تا به حال برای خودم کسب و کاری رو اندازی نکردم یا به واسطه گذشتم تجربه‌ای تو کسب و کار ندارم، مثلا شما میخوای برای خودت یک دونه سوپر مثلا پروتئینی بزنی، میخوای برای خودت یه شرکت فنی مهندسی بزنی، وقتی برای شرکت فنی مهندسی میذاری میده داداشت که تو یک کارخونه فعاله، ماست مدیر یک بخشیه، نمیدونم حالا کارگر یک بخش، نظر خواهی میکنی، من نمیگم نظرش حتما منفیه، نه حتی نظر مثبتش هم ممکنه برای تو مثلا خوب نباشه، چون به اون شناختی از اون حوزه از این تصمیم نداره، اما خب چون شما ایشونو طرف مشورت انتخاب کردی، حالش باید نظرشو بگه، صحبتشو بکنه. و ما چون در ایران به سر میبریم و یکی از به شوخی ویژگی های خدادی تمام ایرانی که اینه که توی همه کسب و کارها و همه موضوعات دنیا صاحب نظریم، معمولا نظرمون رو میدیم. من پیشنهاد میکنم دوستانی که حداقل برای شروع کسب و کارشون اگر پیشنهادی از سمت ما بهشون میشه و اتفاقا مورد قبول خودشون هم هست، اگر قرار هم فکری هم بکنن، باید کسی رو پیدا کنن که اینجور کسب و کارها رو یا اینجور روش کارها رو یه درکی ازش داشته باشه. مثال میزنم،
چند وقت پیش یکی از دوستان ما یک مشتری داشت توی حوضه خشکبار، یکی از شاید بگم قدیمی های اون به حوضه بودش. من خودم با ایشون یه تماس تلفنی داشتم. این دوستان خودش خیلی با ایده و نگاه شرکت آراد خیلی موافق بود، اما خب به واسطه شراکتی که با ایشون داشت میگفت حتما باید ایشونم اوکی به من بده. بعد این تماس تلفنی بین ما و این شریکش برقرار شد. با احترام میگم ایشون خودش میگم یکی از قدیمی های بازار بود، اما نگاهی ایشون به صادرات داشت، صادرات و شرایط انجام صادرات طوری برای من تعریف میکرد که من خودم با این کلان دارم میبینم دوستان ما با کمتر از 32 سال سن، با 4-5 سال سابقه تو خیلی حوزا دارن صادرات های خیلی خوبی میکنن که تولید کننده شون همچی کاری نکرده. 40 سال تولید کننده است، 20 سال تولید کننده است، باغ داره، سردخونه داره، نکردن این بچه ما دارن صادرات میکنن. این شریک این مشتری ما یک نگاهی به امور صادراتی داشت، یه قولی انجام صادرات رو میدید، یه قولی این شرایط بازار رو میدید که من خودم گفتم نکنه ما داریم اشتباه میکنیم. میخوام بگم که حتی فردی که شاید تو کسب و کار خودش هم موفق باشه یا تو بازار برای خودش بروبیایی داشته باشه، با احترام میگم ها، یه وقت بحثی نشه، چون نگاهش یا اون طرز تفکر و محاسباتش به سبک سنتی خودشه، به سبک خودشه، حتی این فرد هم مناسبه مشورت برای شما نیست. اگر کسی رو برای مشورت انتخاب کنی، کسی باشه که درک یا نگاهی به این کار داشته باشه، بعد حالا بگی آقا بر اساس این صحبته که شده، بر اساس این پتانسیلی که تو من دیدم، من تو اینا دیدم، این همکاری یا این کسب و کاری که من میخوام دست بگیرم آیندهش به چه شکل میشه. اگر همچی فردی داشتین، هم فکری و مشورتتون سودمنده. اگر نداشتین، چه پاسخ آریش چه پاسخ نهش خیلی برای شما سودمند نیست، چون اصلا مناسب مشورت نیست. با احترام، انشالله که تو تصمیماتتون بتونین دقیق تر بررسیاتون رو انجام بدین و عاقلانه تر تصمیم بگیرید. موفق باشین، وقتتون بخیر. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.